خب من درود میفرستم به یکایک که شما دوستان گرامی که دارید این برنامه زنده رو میبینید. تنها من آمدم یک خبر رو اینجا بدهم و اون اینکه روز دوشنبه 25 اسفند یا 15 مارس برنامه زنده‌ای خواهم داشت. خوب روزهای پایانی این سال 1399 هستیم، در آستانه یک سده نو 1400. پیش از اون که این سال به پایان برسه نیاز دیدم که یکی دو تا برنامه رو دست کم داشته باشم که بسیار بسیار مهم هست، نیاز هست، پایه‌ای هست، بنیادین هست برای یک یک ماها شماها حالا هر آنچه. بویژه این برنامه که روز دوشنبه خواهم داشت، ساعتش اینها رو من این پایین این روی این پیج ها و اینها خواهم نوشت، چون ممکن هست اکنون بگویم کمی جابجا بشه. بنابراین یکی این که میبایستی شما این پایین ها که مینویسیم رو بخوانید. یک. دوم، برای اینکه از دست ندید فالو بفرمایید یا در کانال مهندسان ایران اگر هست اونجا کانال رو سابسکرایب بفرمایید و اون زنگوله رو بزنید که به شما خبر بدهد. خب این برنامه حالا بگویم قولی بود که به دوستان داده بودم، یا دوستان میپرسیدند، پیگیر بودند، به اون پیوند داره این برنامه. یکیش خب گفتم مسائل امنیتی هست، امنیت تک تک ماها، یعنی از این بالاتر نیست، از این بالاتر نداریم. و اون چیزایی هم هست که در هیچ رسانه‌ای گفته نمیشه. این چیزی که شما میشنوید حالا جالب بودن نه به اون عنوان که حالا جذاب هست، نکات نوعی هست، نه، که کاربردی هست برای تک تک شما، یا خودتون درگیر اون هستید یا پیرامون و اطراف شما و هر اون چه. حالا من بیشتر از این نمیخوام بگم، میبایستی چند ساعت دیگر دیگه، یعنی روز دوشنبه، یک اشاره خواهم کرد که یک پرونده ویژه‌ای رو بررسی خواهیم کرد و اون خوب شنیدید یک آدم مبارز در نما، منتقد، مخالف، آدم چندین کتاب و شاعر و یه چنین چهره‌ای رو به عنوان جاسوس جمهوری اسلامی در بلژیک به بالاترین حکم براش بریدن، زندانی و محکوم شد. خوب میشناسید مرداد عارفانی. ما میخوایم ببینیم که با چه کسانی این در گذشته و اینها پیوند داشته، سر و کار داشته و چه کسانی هم اینها رو بها میدادن. این پرونده که روز دوشنبه بهش میپردازم یه بخشیش به یک کسی پیوند داره که در همین نزدیکی های ما در آلمان در شهر بخوم رسانه ای هم داره، رادیو تلویزیون، نامش هست آقای مانی یا میرزا آقا عسکری، که ایشون هم بسیار در حوزه اندیشه شاعر هست، انسانی هست که بسیاری ها به عنوان چهره فرد. بنده هم داوری نمی کنم، نه، ما میگوییم گل ماه بهتر از همه ما، ولی یک مصاحبه یا یک برنامه ویژه‌ای داشته، میخوایم به این بپردازیم. خب من از ایشون هم دعوت کردم، یعنی چهار تا ایمیل براش فرستادم. میتوانن تشریف بیارن که یک سوی ما به داوری نرفته باشیم، یعنی میتواند دیالوگ باشد، گفتگو باشد و شماهایی که میاید داوری کنید یا شاهد و ابزرور باشید که چی می گذرد در این جامعه چند میلیونی ایرانی.
بنا رو بر این بذارید که من پورا اشتباه میکنم. خودتون داوری کنید این چیزایی که میگیم، سند میاریم، مدارک میاریم، فکت ها میاریم، دیگر داوری با خود. ولی چرا مهمه؟ چرا مهمه؟ خب نکات ویژه دیگری هم اینجا هست، تنها این نیست. خب موارد دیگری رو اشاره خواهم کرد، یه جنبندی خواهیم داشت در این سالی که گذشت، چه بر ایران گذشت، چه بر ماها گذشت، آینده این تک تک ایرانی ها چه خواهد شد، این جمعیت بزرگ، یکی از بزرگترین کشورها، اصلا سوای اینها ماها به عنوان باشندگان این کشور، چه بر من، چه بر ما، خانواده ما، دوستان، آشنایان، فرزندان ایران، محیط زیست و بسیاری چیزهای دیگر. بنابراین چیزهایی رو خواهید شنید که در هیچ رسانه جایی گفته نمیشه. من دیگه بیشتر از این، حالا گفتم موارد دیگری هست که میتونید این پایین، من تنها آمدم خبرش رو بگویم. اینجا در فیسبوک دوستان هستن از گروه ابرپارلمان 10,000 ایرانی بیرون، اونجا پخش خواهد شد، میتونید اینجا فالو بفرمایید تا از دست ندید. در اینستاگرام همین رویه و پیج که دارید میبینید فالو بفرمایید، شیر بفرمایید، خودتون ببینید، دوستانتون رو دعوت کنید. چیزی هست که بسیار تکان دهنده است، بسیار مهم هست. و خب این گفتنها، من گفتم دیگه، برای اینکه اینها به گوش شما نرسه تا دم در خانه من هم آمدن، برای حسب من، برای ترور من، برای اینکه این صدا به گوش شما نرسه. بس بدانید که برای منی که پیگیر اینها هستم، شاید شما یک صدا و یک حالا اینها رو دریافت میکنید، ولی بسیار چیزها هست که به هر حال اینجا دیده نمیشه و زمان نیست. و من به راستی دوستان این روزها وحشتناک بسیار کم بوده وقت دارم، ده ها برنامه دیگه میبایستی داشته باشم، چندین کار که اکنون نمیخوام بگم دارم که در آینده گفته خواهد شد. ولی با همه اینها میگم اینها مهم هست، برای اینکه به امنیت یک هم میهنان همه ایرانی ها امروز گرفتاری دارن. همه، من واژه همه رو دارم به کار میبرم، برای همین این تنها زبان، تنها تریبون، تنها جایی هست که این گفته میشه و این وظیفه خودم اینا. خب من بیشتر از این وقت میگیرم. دوستانی که این بیوی گروه تلگرامی خودمون رو هم در این بیو هست، دوستان در اینستاگرام دارید میبینید، خوبه وارد این بیو به آسانی میتونید این تلگرام اینجا هم ورود کنید. خب من به درود میگم، تنها آمدم این خبر رو بگویم، دیگر این چیزها رو این پایین رو بخوانید. تا دوشنبه ساعتش هم گفتم اینجا خواهم نوشت که این پایین پیگیری بفرمایید. قربون شما تا اون زمان.